به نام الله به نهایت مهربان به نگانه گران قدر مندانه برنامه چراغ هدایت سلام و درود باد بر شما از که همین اکنون بیننده برنامه چراغ هدایت هستید معاصف مسلح با جمعه سمکاران خود بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفت در فصل اول برنامه تلاواتی از کلام الله مجید را داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده بخشا کرد. الام تر الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن ان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبُهِتَ الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اا كيا نديتي بااغاهي نداري از كسي يعني نمرود كبا ابراهيم در باره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد زیرا خداوند به او حکومت داده بود و بر اثر کمی ظرفیت از بادگی غرور سرمز شده بود هنگام که ابراهیم گفت خدای من آن کسی است که زنده می کند و میمیراند او گفت من نیز زنده می کنم و می میرانند. و برای اثبات این کار و مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زندانی را حاضر کردند فرمان آزادی یکی و قتل دیگر را داد ابراهیم گفت خداوند خورشید را از افق مشرق می آورد اگر راست می گویی که حاکم بر جهان هستی تویی خورشید را از مغرب بیاورد در اینجا آن مرد کافر مبهود و وامانده شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمیکند. کند صدق الله العلی العظیم راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه فضای مجازی تهاجم فرهنگی است چه قسم و چگونه چگونه میتونیم تعریف بکنیم که فضای مجازی تهاجم فرهنگی است بر تربیت فرزندانی صحبت را در رابطه به همین موضوع از استاد سید عبدالکریم حسینی داریم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما خوبان برادران و خواهران ایمانی شما که متوجه خوراک از نظر سلامتی هستین و ان الله خوراک سالم و حلال و طیب را نوش جان میکنین قطعا متوجه خوراک مغز و ایمان و فکرتان هم خواهید بود استفاده بیش از حد و افراتی از دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی اگر دقت نکنیم یک خروجی بسیار خطرناکی را از خود خواهد داشت و او مسئله تهاجم بزرگ فرهنگی را به دنبال خواهد داشت یک فرهنگی تعریف شده آنها اگر من متوجه خروجی های فضای مجازی نباشم این خروجی های فضای مجازی ورودی های بسیار ترسناکی را بر من و خانواده من به دنیا میاره به وجود میاره دقت کنین یک مثالی رو خدمت شما بزنم در گذشته افراد که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکردن خب دارای فرهنگ همان محدوده بودند مثلا کسی که در آفریقا زندگی میکرد فرهنگ خود آفریقا را داشت و دیگه او از آمریکا یا از مثلا لندن یا از فلان منطقه عالم اطلاعی نداشت و انعنات فرهنگی خود را تعقیب میکرد و دارای فرهنگ مخصوص همان محدوده بود اما با گسترش فضای مجازی مرزهای فرهنگی از بین رفته و با از بین رفتن مرزهای فرهنگی هم مطالب زیبا به همراه خواهد داشت که من با فرهنگ های مفید بعضی از جوامع آشنا بشم و این یک بخش اما بخش عمده ای قضیه اینه که فرهنگ های مخصوص آن جامعه به من منتقل میشه حالا ولو من او فرهنگ را بد ندانم ولو ما او فرهنگ یک فرهنگ ضد اخلاقی نشمارم اما گاهی یک انعنات و یک فرهنگ ولو عالی باشه او تحت فضای همان جامعه زیباست مثلا دکترها یک بحثی را مطرح میکنن میگن آقا شما میوه ای که در منطقه خودت ای میوه رشد میکنه را بیشتر نوش جان کو نه میوه ای که مثلا از یک شهر دیگه و یک منطقه دیگه منتقل میشه به طرف تو چرا؟ چون سیستم تو در همون فضا شکل گرفته که تو زندگی میکنی و خدا طبق همان فضا میوه مورد نیاز تو را فراهم میکنه وقتی تو میای میوه یک شهر دیگه را در شهر خود نوش جان میکنی او اثرات زیبایی که میوه شهر خودت بر تو داره را نخواهد داشت دیدین در بعضی جاها سیب مثلا بسیار رشد میکنه بعضی جاها بادام خیلی خوبه بعضی جاها انار خیلی خوبه ای به خاطر نیاز او جامعه و همو منطقه از جانب خدا تأمین میشه بحث فرهنگ ها هم همی رقمه بیننده محترم و شنونده با کرامت توجه داشته باش که گاهی فرهنگی ولو به ظاهر زیبا این فرهنگ بر طبق محدوده جغرافیایی خودش ارزش داره و اگر همین فرهنگ مرز جغرافیایی را بشکنانه و ای فرهنگ منتقل بشه به منطقه دیگه همو زیبایی او در منطقه دیگر امکان داره تبدیل به یک مواد مخرب بشه لذا بسیار دقت بکنیم یک وقتی نشه که به عنوان نمونه ما فرهنگ بومی های جنگل فلان منطقه آفریقا را یاد بگیره اولاد و او را بیاید در منطقه من و شهر من و کشور من و محل زندگی من پیاده بکنه لذا این یکی دیگر از اثرات مخرب دنیای مجازی بود که باز در این خصوص سخن خواهیم داشت خدا حافظ نگهدارش دوست باز هم خوش آمدید به ادامه برنامه در بخش دوم حال حدیث از حضرت پیامبر مرسل را داریم از معاذ بن انس رضی الله عنه روایت است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که خشمش را فرو خورد در حالی که می تواند آن را عملی سازد خداوند در روز قیامت در برابر سران مردم او را میخواند و مختارش می سازد تا از آنچه از حور میخواهد می خواهد انتخاب کند حضرت پیامبر خاتم رساننده اخلاق نیکو می باشد و ما چگونه میتونیم راه پیامبر را تعقیب بکنیم و چگونه می اخلاق آن را سرمنشه پیشبرد امور دنیا و آخرت خود بگردانیم توجه بفرمایید و صحبت های استاد وحید الله سعید در همین مورد دین اسلام دینی است که بیشتر توجه و ترکیزش به سوی امور اخلاقی میباشد و در رابطه به اخلاق الله یکتا جل و پیغمبر را رو روان کرد تا این که برای عباد الله یا بندگان الله جل جلاله اخلاق را بیاموزن. هر پیغمبر آمد تا این که برای انسان ها اخلاق را بیاموزن و پیغمبر برای انسان ها قانون و دستور الله را بیان میکرد الله متعال جل و بر برای پیغمبر قانون را که روان کرد گفت برای بندگان میره بیاموزان پس علت ارسال رسول یک علت ارسال رسول رو ما تقویم اخلاق میدانیم که پیغمبر به خاطر تعلیم اخلاق برای امت خود آمده چنانچه رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید بعث لی اتمیم مکارم الاخلاقی بیشک من مبعوث شدم تا که برای مردم خوبی های و نیکی های اخلاق را بیاموزنم پس وظیفه امده پیغمبر علیه مسئلات و سلام تعلیم اخلاق بوده و در اخیر رسول کریم صلی الله علیه و سلام که به حیث مهر و خاتم انبیای قبلی است و هم تصریح میکنه که وظیفه مه تعلیم اخلاق است برا انسانها و الله یکتا جل وعلی پیغمبر خد را حبیب خود را برا ما معرفی میکنه میفرماید و انک له علی خلق عظیم ا نبی علیه الصلات واسلام بیشک تو د یک خلوق بسیار بزرگ استی قسم که ما قبلا گفتیم خلوق به معنای طبیعت و سرشت در اینجه مفسرین کرام خلوق عظیم را به چندین معناها کردن ی ل علی خلق عظیم اے نبی علی صلوات و سلام بشک ته د خلوق بسیار بزرگ اسی از بیبی عائشه صدیقہ رضی الله عنها کسه پرسون میکنه که اخلاق پیغمبر علی السلام چی گونه استه ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها میفرماید کانه خلوقو قران اخلاق نبی علی السلام قران استه اگر می خوئی به اخلاق پیغمبر علی صلوات و سلام متخلق شوی پس در چارچوب وو در آینه و در خریتی قرآن عظیمشان حرکت بکو خود را به او معیار عیار بساز این اخلاق محمدی صلی الله علیه و سلم است معنای دوم که از خلق عظیم و کرام کردن خلق به معنای سرشت و طبیعت این نبی علیه صلی و طبیعت و سرشت بسیار بزرگ است خوی و عادت تو بسیار بزرگ است و یقین که انسان سیرت پیغمبر علیه صلی اللہ و را مطالعه میکنه وحلمك اس از پیغمبر انسان مطالعه میکنه صبرك اس از پیغمبر علیه السلام انسان مطالعه میکنه یقین که نبی علیه الصلاه و السلام یک اخلاق بودن و معنی سیوم که علمای کرام میکنن از خلق عظیم عبارة از أس دین اسلام است لعلى خلق عظيم وإنك لمتدین على دين الاسلام ای إيه نبی علیه الصلاه و السلام تو متدین به دین اسلام اسلام کلا اخلاق چنانچه قرآن میگه و اینکه علا علا خلق نظیم یک معناشی است که کل اخل اسلام اخلاق است و از پیغمبر علیه الصلاه و سلام کسی پرسان میکنه که مد دین و دین چی است نبی علیه الصلاه و سلام میگه دین و حسن الخلق دین اخلاق نیکو است یعنی پیغمبر علیه الصلاه و سلام از کل دین تعبیر میکنه به حسن خلق دین چی است؟ دین عبارت از اخلاق نیکو میباشد جوی دیگه رسول کریم صلی الله علیه و سلام میگه در روز قیامت یگانه چیزی که ترازو نیکی را وزمین می و تقوا و اخلاق نیکو می باشه پس اخلاق نیکو در دین اسلام جایگاه بسیار بزرگی داره <coughs> <coughs> که روز قیامت ترازو نیکی انسان را اخلاق نیکو و تقوا انسان گران و وزمین می سازه که سبب ازی شوه که خوشنودی و رضای خداوند یکتا جل و حاصل شوه بالاخره انسان به فلاح راستگاری دست پیدا کند و دی اخلاق نیکو در اسلام دیگر جایگاه شی است که مسلمان ها و مؤمنین در ایمان خود با همدگر متفاوت می باشند یعنی کل مسلمان ها ایمانشون یکسان نیست در ایمان ها با همدگر فرق دارند و قسم که انسانها شکل ظاهریشان فرق میکنه ایمان انسانها هم فرق میکنه یک انسان مسلمان است که ایمان قویتر داره یک مسلمان است که ایمان کاملتر داره یک ایمان کامل داره یک ایمان ضعیف داره از پیغمبر علیه اصلاوسام کس پرسان میکنه کدام مسلمان ایمانش کامل است رسول کریم صل اللهعلهوسلم در جواب میفرماید اکملو المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا کاملترین ترین مسلمان ها از لحاظ ایمان کسی است که اخلاق نیکو داشته باشه هر مسلمان که دارای اخلاق حسن است او ایمانش کامل تر است دین ما به خاطر ازی که ما را به روش اخلاقی دعوت می یک سلسله اموری که با امور اخلاقی اسلامی منافات داره دین بر ما حرام قرار داده و ما را از او کار منع میکنه و خدای نخواست کدام مسلمانه که اگر چنین کارهایی را مرتکب شود دین او را تهدید میکنه برش جزا و جزاء و زجر تعیین میکنه تا که انسان از روش های بدخلقی پرهیز بکنه از قبیل بدخلقی هایی که در جوامع انسانی رواج و معمول میباشه مثلا دزدی است مثلا غصب است و امثالش دروغ گفتن است غیبت کردن است قتل و قتال است دین اسلام ما را از قتل منع میکنه میفرماید من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها هر انسانی که یک مسلمان را به قصد میکشد جهنم جای ازی است اللهی الله متعال و علا عظیم را برش وعده کرده و لعنت برش میگه ای یک امر حرام است خود قتل بد اخلاقی است از این بعد ما پرهیز بکنیم اگر خدای نخواست اگر انسان مرتکب چنین عمل بد و عمل شنی گناه کبیری قتل میشه دین برای او طرف قانون تعیین میکنه قصاص میفرماید ولکم فی القصاص حیات برای شما در قصاص زندگی است ای انسان هایی که در جامعه زندگی میکنن خود قصاص که قاتل بعد از بین برود قسم که حیات برادر مسلمان خدا گرفت همو قسم دولت اسلامی باید حیات ازیر از پیش بگیرد تا که مساوات بیا بین جانبین قصاص یعنی مساوات بیا به خاطر که ما از بدخلقی ها پرهیز بکنیم که عبارت از قتل می باشد دین بر ما بالای قاتل قصاص را تعیین کرده و تعیین میکنه تا که ما از امور بدخلقی پرهیز بکنیم دوزران خوبی ما رسیدیم به لحظات آخر برنامه تا یک باز هم روز دیگه در خدمت شما قرار میگیریم شما را بالله یک الله یکتا اما فراموش نکنید که در اخیر نعتیه را نیست داریم بروز قیامت اما آسیان را به بخشت خدا دعای محمد زود و تقوارا تو و زاید شفیخش بساز من کаسی دоرам که در مашر بа фарیёдам رаسад آсон نабвад брدаن مо ҷоنиب دوزах آنجا, آنجا مگر احمد, احمد, احمد مختار نباشد بر روز قیامت اما آسیان, آسیان را به بخشت خدا دعای محمد جهان روشن است زیای محمد بوه جمله آمد

شیغماسیان را و میدان مشر در آنجا که باشد لقای محمد شیغماسیان را و میدان مشر در آنجا که باشد لقای محمد جهان روشن است اس زیا محمد بو جمله عالم گذا محمد گذا محمد خطیب و شب و روز سلام و میگو بر اصحاب و آل برای محمد خطیب و شب و روز سلام و میگو بر اصحاب و آل برای محمد جان روشن است زیای محمد بو جمله عالم گدای محمد گدای محمد, محمد روخی و صوف دمیسا ید آنکه عالم همه دارد تو تنها داری واسلاتو واسلام بعدد بر رسولالله و الش تا ابد از آران درودو از آران سلام زموبر محمد عليه الصلاة والسلام